به نام خدای مهربان، با ادای درود و سلام حضور دانشجویان گرامی سمستر سوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جامی. در هفته ششم قرار داریم و اولین جلسه درسی هفته ششم انشالله آغاز میکنیم. در اولین جلسه هفته ششم موضوعات فصل پنجم که عنوان اصلی ما تکنیک های مالیاتی بود ادامه میدیم. به تعقیب موضوعات قبلی این فصل، اهداف درس ما در این جلسه شناخت تقویم مالیات، تطبیق مالیات و انتقال مالیات هست. یعنی روی این سه موضوع بیشتر تمرکز میکنیم در طول این جلسه درسی. در درس های قبلی اگر یاد شما باشه، خصوصا جلسه ما قبل در مورد مؤخذ مالیات صحبت شد که در مرحله اول باید مؤخذ مالیاتی شناخته بشه و به تعقیب از او مؤخذ مالیاتی اندازه گیری بشه. این دو مسئله ما شما در درس قبلی خوندیم و فعلا در مرحله سوم تقویم مالیات هست که عبارت از محاسبه مبلغیه که معدی یا پرداخت کننده مالیات به خاطر دارا بودن یا تملک اشیای قابل مالیه باید پرداخت کنه. یعنی تعیین مبالغ مالیات تحت عنوان تقویم مالیات ما شما میخوانیم. و معمولا بحث تقویم تعرفه های مالیاتی در بر میگیره. زمانی که ما بیایم بگیم از این مؤخذ مالیات باید این مبلغ مالیات پرداخت شه، این بحث تقویم مالیات نشان میده. در بحث تقویم مالیات یا اندازه مبلغی که باید پرداخت بشه، دو تا شیوه یا دو تا پرنسیپ داریم. اول پرنسیپ تعیین فیصدی مالیات. معمولا پرنسیب تعیین فیصدی مالیات در شرایط امروزی هم قابلیت استفاده داره و با عنوان از بین دو تا پرنسیب روشیه که فعلا قابل قبوله و استفاده میشه. در این روش تعرف های مالیاتی از قبل توسط قانونگذار تعیین میشه. مثلا تعیین میشه که از معاش یک شخص حقیقی ماهوار باید چی فیصدی مالیات پرداخت بشه، از عواید اشخاص حقوقی یا شرکت ها و امثال هم سالانه چی میزان باید مالیات پرداخت بشه. بنابراین شما در این روش میبینیم که تعرفه مالیاتی یعنی فیصدی مالیات از قبل مشخص میشه و بر مبنای از او مالیات از معدی مالیات اخذ میشه. روش دیگه یا پرنسیب توزیعی، این پرنسیب قدیمی تر و کهنه تره، در گذشته بیشتر قابلیت استفاده داشته، امروز از این کمتر استفاده صورت میگیره. در این روش مجموع مبالغی که دولت از بابت مالیات و جمع‌آوری کنه مشخص میشه توسط دولت، بعد این مجموع مبالغ مالیات تقسیم میشه به سر محلات یا مکانهای جغرافیایی و هر منطقه سهم خود باید پرداخت کنه. از این روش در گذشته بیشتر استفاده میشده. فرض برای بگیریم که دولت میگفته باید ما 1 میلیارد افغانی از بابت مالیات در کل افغانستان جمع‌آوری کنیم. این 1 میلیارد ابتدا تقسیم می شده به سر ولایات، هر ولایت سهم مشخص می شده که باید چقدر از 1 میلیارد جمع آوری کنه. بعد اون ولایت باز به تقسیم میکرده سهمی خود به سر ولسوالی ها، شهر و نواحی که متعلق به اون ولایت بوده. به همین ترتیب این تقسیم می شده و جمع آوری صورت می گرفته. این روش امروزه زیاد قابلیت استفاده نداره. نکته دیگه که قابل توجه بحث معافیت های در بحث تقویم مالیات، ما گفتیم میزان مالیات مشخص میشه که به چی میزان مالیات باید اخذ بشه.
در پهلو از اینکه میزان مالیات مشخص میشه ما معافیت ها هم داریم. یعنی با وجودی که قوانین مشخص میکنن میزان مالیات، در پهلو از او معافیت ها هم به خاطر افراد کم درآمد و کسانی که از مالیات زیاد متضرر نشن، معافیت ها هم در مالیات در نظر گرفته میشه. معمولا برای از اینکه افراد کم درآمد درآمد از اونها فقط تکافوی حداقل معیشت زندگی میکنه، به اون خاطر معافیت ها هم در نظر میگیرن. یعنی کسانی که درآمد بسیار پایینی دارن یا کلا از ما از پرداخت مالیات معاف میشن، و یا اگر درآمد را یک مقدار بالاتر در یک حد متوسطی باشه، میزان مالیاتی که پرداخت میکنن بسیار پایینه. و زمانی که افراد درآمدهای بسیار بالایی دارن، باز بیشتر شامل مالیات میشه. بنابراین معافیت ها هم در اکثر کشورها در نظر گرفته میشه تا مردم کم درآمد زیاد متضرر نشن. مرحله چهارم تطبیق مالیات هست. یعنی ما اگر از مرحله اول یک بار دوباره مرور کنیم، وقتی که مؤخذ مالیات مشخص شد، یعنی از چی چیزی ما باید مالیه بگیریم، این در مرحله اول بود. در مرحله دوم اندازه شی قابل مالیات مشخص میکنیم. مثلا میگفتیم از چی چیز باید مالیات بگیریم؟ از زمین. بعد میزان زمین یا مساحت زمین مشخص میشد، یا اگر خانه یا اگر هر دارایی دیگه هست. اگر میگفتیم مؤخذ مالیات درآمد است، بعد میزان درآمد مشخص میشد در مرحله دوم. در مرحله سوم فیصدی مالیات بود که ما شما تحت عنوان تقویم مالیات خواندیم چی میزان باید مالیات گرفته بشه. وقتی سه مرحله طی شد، به مرحله چهارم میرسیم که تطبیق مالیات. حالا بر مبنای موارد گذشته مشخص شد که فرد چی چیزه داره که ما باید از مالیات بگیریم، میزان مالیات هم مشخص شد، و میایم حالا تطبیق میکنیم. یعنی مالیات از فرد اخذ میکنیم. ادارات مالیاتی بر مبنای مواردی که گفتیم شروع میکنن به جمع آوری مالیات. در این مرحله که دولت بیشتر به مشکل مواجه میشه، یعنی ما اگر مراحل قبلی درست هم تنظیم کرده باشیم، به این نقطه چون مرحله اجرا هست بیشترین مشکلات در این نقطه متوجه میشیم. چون زمانی که قرار مالیات جمع آوری بشه، افراد و نحوه از پرداخت مالیات شانه خالی میکنن که ما اون رو تحت نام فرار از مالیات میگیم. یعنی هر قدر قوانین درست تنظیم بشه، زمانی که به مرحله اجرا میرسیم و مشکلات متاسفانه برمیخوره. بحث فرار از مالیات در اکثریت کشورها رواج داره متاسفانه. کشورهایی که قوانین بهتر میتونن تطبیق کنن و آمار و ارقام درست دارن، میتونن که از فرار مالیاتی بیشتر جلوگیری کنن. ولی در کشورهایی که قوانین درست رعایت نمیشه، اما قسمی که سایر قوانین رعایت نمیشه، در پرداخت مالیات هم متاسفانه قانون رعایت نمیشه و یا درست تطبیق نمیشه، که بحث فرار مالیاتی رو داریم. و فرار مالیاتی اما قسمی که شما میفهمیم شانه خالی کردن از پرداخت مالیات هست. شخصی که مکلف به پرداخت مالیات هست، از پرداخت مالیات یا به صورت کلی سرباز میزنه یا قسمی سرباز میزنه، یعنی به صورت مکمل یا پرداخت نمیکنه یا قسمتی از مالیات رو کوشش میکنه که پرداخت نکنه. وقتی که این اتفاق میفته، دولت به کسر بودجه معمولا مواجه میشه. فرار از مالیات میتونه به شکل مطلق و نسبی باشه، اما قسمی که گفتم یعنی یا مکمل پرداخت میکنن یا قسمتی از مالیات پرداخت نمیکنن. و فرار از مالیات میتونه که فرار توأم با تقلب باشه، میتونه فرار از طریق خلای قانون باشه، و بحثای مثل قاچاق و امثال هم اینا مواردیه که جزئی از فرار مالیاتی پنداشته میشه. همه قسمی که از نام فرار توأم و تقلب برمی آیه، این فرار زمان اتفاق میفته که فرد معدی یا کسی که مکلف به پرداخت مالیات هست قانون را نقض میکنه، با فریب و جعلکاری و تقلب کوشش میکنه که او مقدار مالیاتی که قانون او رو مکلف ساخته به دولت پرداخت نکنه. بعض مواقع هم
قانون اگر خلاهایی داشته باشه کوشش میکنن مردم از خلاهای قانون استفاده کنن تا مالیات کمتر پرداخت کنن و گریز بزنن. بعضی از راه های فرار مالیاتی که تا به حال مشاهده شده به طور نمونه ای چند تا اینجا ذکر شده. اول، نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک ثبت معاملات. بعضا نهادها، شرکتها، سازمانها دو نوع اسناد و مدارک حسابی دارن. یک تعداد از این اسناد و مدارک حسابی واقعی هست و اونا رو به خاطر شرکا و دانستن میزان درآمد واقعی خود آماده میکنن. متاسفانه یک تعداد مدارک و اسناد حسابی دیگه هم آماده میکنن که اونا معمولا تقلبی است و برای ارائه به ادارات مالیاتی و کوشش میکنن در او اسناد میزان درآمد خود کمتر جلوه بدن. نکته دوم، انجام کار قاچاق هست. کار قاچاق رو میفهمیم جرمه و کوشش میکنن که چون خود کار قاچاق جرمه، درآمدهای قاچاق را معمولا کسی به دولت گزارش نمیده، به دلیلی که انجام کار قاچاق جرمه و ممکنه مال قاچاق ضبط دولت بشه. پس درآمدهای هم که از طریق کار قاچاق به وقوع میپیونده معمولا به دولت گزارش داده نمیشه. در نکته سوم شما میبینید معاملات بارتر و معاملات جنس به جنس. البته ای اثرات از کمی کمتره. به این شکل که اگر مثلا خانه موتر یا هر دارایی دیگه خرید فروش بشه، اگر پول از او از طریق حسابات بانکی و همسال هم گزارش داده بشه راحت تره و دولت میتونه اون پیدا کنه. اما و حتی اگر نقد باشه راحت تر دولت میتونه میزان ارزش یک جنس در نظر گرفته مالیات از او سنجش کنه. اما وقتی که دوکان به یک زمین تبدیل میشه، موتر به یک دارایی دیگه تبادله میشه، سنجش میزان ارزش از اینا مشکله و معمولا از این طریق مردم میتونن از زیر بار مالیات گریز بزنن. نکته چهارم، بعض کمتر گزارش دادن پاداش های. بعض از شغل ها هست که پاداش ها از اونا حتی برابر به معاش همون شغل شاید باشه که این پاداش ها معمولا گزارش داده نمیشه. مثلا در رستورانت ها میزان پاداشی که برای خدمه یک رستوران داده میشه بعض مواقع شاید برابر به معاشی که او دریافت میکنه باشه و یا حتی بیشتر از او باشه و اینا گزارش داده نمیشه. نکته پنجم، معاملات نقدیه، که معاملات نقدی در مقابل معاملات بانکیه. اگر معاملات از طریق بانک صورت بگیره، یعنی با پرداخت چک یک معامله صورت بگیره، دولت راحت تر میتونه از طریق سیستم بانکی ردیابی کنه و مالیات این معاملات سنجش کنه. وقتی که نقدی صورت میگیره پیگیری نا کمی مشکله. نکته ششم، پولشویی یا تطهیر پوله. پولشویی حتما با او آشنایی داریم، به معامله یا به روش گفته میشه که مردم میخوان پولهای خلاف را پاک جلوه بدن، یعنی پولی که از یک منبع خلاف به دست آوردن با شیوه های مختلف میخوان این پول پاک بسازن و وارد چرخه زندگی خود کنن. به همین عملیه پولشویی میگن که من مطمئن امید در مزامین دیگه ممکنه شما بیشتر راجع به پولشویی معلومات کسب بکنه. بنابراین وقتی که یک پول از یک منبع خلاف به دست میایه، معمولا کوشش میکنن که خب او به دولت گزارش ندن چون منبع او پول خلاف هست. اگر او پول گزارش داده بشه، در پلو از این که اصل پول ممکنه از طریق یک جرم به دست آمده باشه، ممکنه که خود فرد عامل هم زندانی بشه. به او خاطر بحث های پولشویی هم باعث کاهش مالیات میشه و مردم مالیات این معاملات به دولت پرداخت نمی کنن. نکته هشتم هم اقتصاد پنهان یا زیرزمینیه. هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری که افراد بخواهن از دید دولت پنهان کنن به او اقتصاد پنهان یا زیرزمینی گفته میشه و این معاملات معلوم داره که چون از دید دولت پنهان میشه مالیات از اینا هم محاسبه نمیشه. اینا به عنوان نمونه بعضی از راه‌های
فرار مالیاتی بوده که تا به حال مشاهده شده. دولت ها چیگونه میتونن که کاهش های مالیاتی جلوگیری کنند یا راه فرار مالیات ببندند؟ بعضی از نمونه هایی که میشه یک مقدار در قسمت کاهش راه فرار مالیاتی مفید باشه در این سلاید شما یادآوری شده. 11 مورد و این 11 مورد شما میتونین خود شما یک مطالعه بکنیم، سلاید هم به اختیار شما هست. نیاز نیه که من این 11 مورد دانه دانه من شما توضیح بدم. من مطمئنم که با یک بار مرور شما متوجه این موارد میشین. یعنی اگر این 10-11 موردی که شما اینجا میبینیم اگر اینا درست به کار بسته بشه، فرار مالیاتی تا اندازه جلوگیری میشه. میریم به سلاید بعدی و به ادامه درس. در این سلاید عنوان ما شما هست انتقال مالیات. معمولا ما دو تا کلمه داریم، یکی مؤدی مالیات یکی متحمل مالیات. مؤدی مالیات کسیه که مالیات رو به دولت پرداخت میکنه. متحمل مالیات فردیه که مالیات در نهایت رو دوش از او سنگینی میکنه. به این معنی که اگر تاجر در گمرک زمانی که اجناس از خارج وارد میکنه به دولت مالیات پرداخت میکنه، ما او رو به نام مؤدی مالیات میشناسیم. ولی این تاجر مبلغ مالیاتی که در گمرک پرداخت کرد، ما شما به نام مسئول گمرک او رو میشناسیم، معمولا او رو به سر قیمت اجناس اضافه میکنه و وقتی که به سر قیمت اجناس اضافه کرد، هر کسی که او اجناس از بازار خریداری کنه او به نام متحمل مالیات یاد میشه. یعنی تاجر وقتی به دولت مالیات میده، خصوصا محصول گمرک، از جیبی رو نمیره. به این معنی که ابتدا از جیب زور رفت، ولی این دوباره از مردم میگیره، یعنی رو قیمت جنس اضافه میکنه. همین عمل ما به نام انتقال مالیات میگیم. یعنی اول تاجر در گمرک محصول گمرک پرداخت کرد، به نام مالیات غیر مستقیم یاد میشه، اما در مراحل بعدی او مبلغ از مردم گرفت. چگونه؟ یعنی او از طریق فروش جنس انتقال داد برو دوش مردم. اگر جنس از او مثلا 1000 افغانی قیمت داشته، وقتی که 50 افغانی هم به دولت مالیات داده، قطعا او پیش خود محاسبه میکنه 1050 افغانی، چون او مصرفر مجبوره که دوباره سر قیمت جنس خود علاوه کنه. اما قسمی که سایر مصارف مثل کرایه و امثال اون سر قیمت جنس اضافه میکنه، مالیات هم که به دولت پرداخت میکنه برای جنس اضافه میکنه و این مالیات انتقال پیدا میکنه به رو دوش مصرف کننده. به این میگیم انتقال مالیات. انتقال مالیات میتونه که انتقال به شکل ساده باشه و انتقال به شکل درجه دار باشه. در انتقال ساده، زمانی که از رو دوش یک فرد به رو دوش فرد دوم انتقال کرد، میگیم انتقال ساده. مثلا تاجر موتر از خارج وارد کرد، در گمرک محصول گمرک پرداخت کرد و این تاجر مستقیماً موتر به یک فرد فروخت که او فرد موتر رو میخواد استفاده کنه. بنابراین مالیات چون رو قیمت حساب میکنه، از رو دوش تاجر به رو دوش مصرف کننده انتقال کرد. این انتقال ساده هست. اما درجه دار، وقتی که از رو دوش نفر دوم به رو دوش نفر سوم و چهارم انتقال کنه، به این میگیم انتقال درجه دار. مثلا همین مثال قبلی، تاجر موتر وارد کرد و مالیاتی رو داد، بعد این موتر آورد به یک بانگاه موتر فروشی، بر از او فروخت، از رو دوش تاجر انتقال کرد به رو مالک بانگاه موتر فروشی. فرد سوم به عنوان کسی که میخواد موتر بخره و استفاده کنه، این مراجعه میکنه بانگاه موتر فروشی و این خریداری میکنه. بعد باز همون مقدار مالیات چون وارد قیمت موتر شده، از رو دوش بانگاه معاملات موتر فروشی به رو دوش فرد سوم انتقال پیدا کرد و این فرد سوم کسی که موتر خود از این استفاده میکنه. به همین ترتیب اگر این نفر سومی باز موتر به چهارمی فروخت، اتومات بار مالیات میره رو دوش فرد چهارمی. بنابراین وقتی که از دو نفر اضافه شد، ما به اون میگیم انتقال درجه دار. و اگر دو نفر فقط در معامله
دخیل بودن، میگیم انتقال ساده. نکته دیگه، انتقال میتونه که به جلو صورت بگیره و یا انتقال به عقب صورت بگیره. مثلا اگر شما یک دهقان در نظر بگیریم و محصولات زراعتی خود میاره به بازار میفروشه و اگر مالیات روی محصولات زراعتی از او افزایش پیدا کنه، این دهقان مجبور میشه که محصولات زراعتی خود گرانتر به بازار بفروشه. بنابراین اگر کارخانه این محصولات زراعتی دهقان را خریداری کنه و تولیدات بعدی رو به بازار بفروشه، روی او تولیدات هم ممکنه که قیمت افزایش پیدا کنه، و خاطر که محصول اولیه از اثر مالیات قیمت بالا رفت، کارخانه دار اینا رو خریداری کرد، باز کارخانه دار هم چون اینا رو گران خریده، او وقت وقتی که کارخانه دار اینا رو با بازار بفروشه اجناس تولید شده خود، قطعا قیمت از اینا میره بالا. اگر این اتفاق افتاد میگیم انتقال به جلو. اما اگر این کارخانه دار نتانه ای اجناس رو با بازار به او قیمتی که سر از او تمام شده و مفاد خود را محاسبه کنه نتانه بفروشه، ممکنه فشار بیاره به سر دهقان که تو محصولات خود باید برم ارزانتر بفروشی. در او صورت دهقان هم اگر محصولات خود نتانه به قیمت بالاتری بفروشه، مالیات رو دوش دهقان سنگینی میکنه که این باز میگیم انتقال به عقب. یعنی در پروسه تولید اگر شما در نظر بگیریم، اگر بار مالیات رفت به طرف مستهلک یا مصرف کننده، انتقال به جلو میگیم، و اگر بار مالیات به رو دوش تولید کننده مواد اولیه که در مثال ما شما دهقان بود، رو دوش از او اگر سنگینی کرد، میگیم انتقال به عقب. یک مثالی بود که این موضوع برای شما یک مقدار روشن بسازه. و نکته بعدی هست، مالیات مضاعف هم یک یادآوری شده که شما بی توجه کنیم که در بعضی از مواقع مالیات دو بار گرفته میشه، مالیات دوگانه یا مالیات مضاعف گفته میشه. مثلا اگر شما شرکت های لیمیتد یا سهامی در نظر بگیریم، در یک شرکت سهامی وقتی که شرکت مفاد کنه، دولت از او مالیات میگیره، یک بار اینجا مالیات پرداخت شد. بعد وقتی که شرکت مفاد بین شرکا تقسیم کنه، هر شریک هم به عنوان یک فرد حقیقی از درآمدی که از شرکت حاصل کرد باید به دولت مالیات بده. اینجا که میبینیم از یک منبع درآمد دو بار مالیات اخذ شد، یک بار شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالیات پرداخت کرد و یک بار هم هر کدام از شرکا به عنوان شخصیت حقیقی به دولت مالیات پرداخت کردند. این به نام مالیات مضاعف یا دوگانه یاد میکنند. تحت چی شرایط مالیات میتونه انتقال کنه؟ یعنی عوامل مؤثر در انتقال مالیات چی چیزایی هست؟ یک، عامل بازار. یعنی تا زمانی که عامل بازار دخیل نباشه، مالیات انتقال پیدا نمیکنه. به این معنی که مالیات زمان انتقال پیدا میکنه که عملیه خرید و فروش صورت بگیره. فرد مالیات دولت پرداخت کرد، به خاطر تولید یک جنس یا به خاطر وارد نمودن یک جنس یا حتی به خاطر صادر نمودن یک جنس. بنابراین این فرد زمانی میتونه که بار مالیات رو دوش دیگرا انتقال بده که این جنس به کس دیگری بفروشه. پس میبینیم که عامل بازار اولین عامل تاثیرگذار در انتقال مالیات هست. دوم، بحث ارتجاعیت عرضه و تقاضا. تغییرپذیری یا کششی که در عرضه و تقاضا وجود داره یک بحث اقتصادی هست، بسیار مفصل، اما به صورت خلاصه ما شما در این قسمت ایر داریم که یک یادآوری میشه که بحث ارتجاعیت عرضه و تقاضا هم میتونه در انتقال مالیات اثرگذار باشه. شما اینجا میبینیم که انتقال به نسبت معکوس ارتجاعیت تقاضا تغییر مییابد. یعنی خودداری از خرید مواد غذایی مشکله. ما شما اگر مواد غذایی قیمت نا افزایش پیدا کنه، شاید نتونیم به آسانی از خرید مواد غذایی منصرف بشیم. مثلا اگر قیمت نان، روغن و سایر مواد غذایی که همه انسان ها به اون ضرورت دارن، اگر از اثر افزایش مالیات قیمت از اینا تغییر پیدا کنه، بنابراین ما نمیتونیم خودداری کنیم و مجبوریم که خریداری کنیم. و برعکس از این، اگر
مالیات روی اشیای افزایش پیدا کنه که ما خیلی به اونا نیاز نداشته باشیم، اشیای تجملی و لوکس باشه، بنابراین چون قیمت اونا بالا میره به راحتی میتونیم از خرید از اونا منصرف بشیم یا خرید خود کم کنیم. پس به اون خاطر میگیم که انتقال به نسبت معکوس ارتجاعات تقاضا تغییر پیدا میکنه، یعنی اشیایی که ارتجاعات تقاضا از اونا زیاده ما میتونیم که از خرید خودداری کنیم، و اشیایی که ارتجاعات تقاضا از اونا کم باشه ممکنه نتونیم از خرید خودداری کنیم. پس مالیات در دولت‌ها به راحتی میتونن روی اشیای مالیات بالا ببرن که مردم نتونن از خرید از او خودداری کنن. اگر نیازه باشه میتونه دولت از این گزینه استفاده کنه. و در بحث عرضه انتقال به نسبت مستقیم ارتجاعات عرضه تغییر میکنه. مثلا اگر دهقان میور از قریخ و میاره به بازار که بفروشه و دولت از این دهقان مالیات گزافی میگیره، قیمت محصولات دهقان باید در بازار افزایش پیدا کنه. مثلا اگر دهقان یک کیلو انگور میاره به بازار و قراره کیلو به 20 روپیه بفروشه، دولت بگه من کیلو 5 افغانی هم از تو مالیه میگیرم، اوتومات قیمت انگور ای دهقان از 20 میره به 25. بنابراین بلند رفتن قیمت از اثر مالیات باعث میشه که مردم کمتر بخرن، و خب دهقان هم اگر کوشش کنه که این قیمت رو بالا ببره چون دولت از مالیات گرفته، اگر مردم نخرن این میوه دهقان، او مجبور میشه که این میوه رو بفروشه. اینجا میبینیم که اثرگذار بود، یعنی دهقان نمیتونه که عکس‌العمل نشونده و این انگور دوباره به قریه ببره و نفروشه، بگه من مثلا چند روز بعد میفروشم، برای اینکه خب نگهداری از اون برای از اون مشکل سردخانه نداره. اینجا میبینیم که اینا هم تأثیر گذاره، هم بحث ارتجاعات عرضه و ارتجاعات تقاضا. در بحث عرضه دیدیم بعضی از کالاها باز خاصیت نگهداری داره و ما نمیتونیم که مالیات سر از او، یعنی فروشنده میتونه به راحتی جنس خود نفروشه. مثلا اگر شما بیاییم سمنت در نظر بگیریم، آهن در نظر بگیریم، یا لوازم برقی در نظر بگیریم، به راحتی فروشنده میتونه که از فروش، اگر مالیات سر از این اضافه شد و مردم عکس‌العمل نشان دادن در قسمت خرید، به راحتی میتونه خرید خود به فروش خود به تعویق مندازه، یعنی فروشنده ای اجناس به راحتی میتونه فروش به تعویق مندازه. بعضی از کالاها که زمان داره و ممکنه که در گذر زمان تخریب بشه، مکلفه که فروشنده اونا رو بفروشه، ولو که مالیات سر از او اضافه شده باشه، او مکلفه که بار مالیات خود از او قبول کنه، نمیتونه انتقال بده به دیگران. اما در بعضی از کالاها که زود فاسد نمیشه، فروشنده راحت تر میتونه که بار مالیات به سر دیگران انتقال بده. این یک مثالی بود از ای که ارتجاعات عرضه و تقاضا میتونه در انتقال بار مالیات از دوش یک نفر به روی دوش نفر دوم موثر باشه. درس ما و شما این جلسه در همه قسمت ختم میشه. خداوند حافظ و نگهدارش.